همراه هستیم با افشین شاهی، استاد ارشد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد از لندن. آقای شاهی، وقت شما بخیر. وزیر دفاع ایران از طرح حمله به اسرائیل خبر داده. این طرح چقدر میتونه اصلا جدی و کاربردی باشه به عبارتی، و آیا ایران اصلا به دنبال درگیری نظامی مستقیم با اسرائیل هست؟ سلام، وقت شما بخیر خانم اسدی. هر کسی که به نظر من کوچکترین آشنایی به در واقع ادبیات سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشته باشه در 42 سال گذشته شاید این رو تایید بکنه که حرفهای امیر حاتمی در دنبال روی همان تکرار مکررات ها و همان ژست های تبلیغاتی هست که ما مکرراً در چند دهه گذشته توسط مقامات مختلف سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی شنیدیم. فراموش نکنیم که همین چندی پیش بود که عملاً پارلمان ایران قانونی رو در واقع تصویب کرد که با توجه به اون قانون دولت و قوای مسلحه موظفند که تا سال 2041 عملاً اسرائیل رو نابود بکنند. این حرف سرنگونی اسرائیل، این حرف حمله به تل‌آویو، این حرف حمله به اسرائیل مسائلیه که دائما و دائما در تبلیغات جمهوری اسلامی شنیده میشه که متاسفانه در 42 سال گذشته جز اینکه ضرر و زیان غیر قابل جبرانی برای منافع ملی ایران داشته باشه عملا هیچ وقت عملیاتی نشده. ایران خصوصا با توجه به ظرفیت‌های فعلی نظامیش، ما می‌دونیم که در یکی دو سال گذشته اتفاقاتی که افتاده شاید بیشتر از هر وقت این مسئله رو هویدا کرده که شاید در مورد ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در سالیان گذشته مقداری اغراق شده. با در نظر گرفتن شرایط فعلی جمهوری اسلامی و اینکه خب اسرائیل بدون شک یکی از قدرتمندترین در واقع ارتش‌های منطقه رو داره، یکی از پیشرفته‌ترین قوای نظامی جهان رو داره، من بعید می‌دونم حتی یک لحظه هم رجال امنیتی جمهوری اسلامی واقعاً جدی باشن که این مسائل رو عملیاتی کنن. البته آقای شاهی اجازه بدین به بحث برجام هم اشاره کنیم. دوباره بحث برجام مطرح شده و دوباره حالا این موضوع حمله به اسرائیل. دفعه پیش سپاه پاسداران موشکایی که به زبان عبری روی اون نوشته شده بود آزمایش کرد. این بار هم طرح حمله به اسرائیل مطرح شده که حالا به قول شما اصلا شاید منطقی هم نباشه. تحلیل شما چه هست؟ اگر در 2 دقیقه به ما بگید ممنون میشم. خانم اسدی، ببینید شما تحولات و تحرکات جمهوری اسلامی رو در 3-4 هفته گذشته رصد بکنید. ما شاهد یک سری تحرکات بسیار ماجراجویانه جمهوری اسلامی هم در یمن و هم در عراق بود و این مسائلی هم که امروز ما داریم در مورد صحبت میکنیم به نظر من دنبال روی همون تحرکاتیه که میشه بهش اشاره کرد. حالا دقیقا این تحرکات به خاطر چی هست؟ من فکر میکنم که به ذم مقامات امنیتی جمهوری اسلامی اینجور ژست های سیاسی میتونه ایران رو به شکلی در موضع قدرتمندتر قرار بده برای مذاکرات در پیش رو. دنبال روی همون شعارهای تبلیغاتی هم هست که ما در سالیان گذشته در موردشون زیاد شنیدیم که ما تنگه هرمز رو میبندیم، ما به فلان جا حمله میکنیم، ما این کارو میکنیم، ما اون کارو میکنیم و دقیقاً به نظر من یک مانور تبلیغاتی هست، یک بار روانی سیاسی داره که بتونه در واقع کارت‌های بازی جمهوری اسلامی رو در مذاکرات در پیش رو تقویت کنه. سپاسگزارم از وقت شما افشین شاهی، استاد ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه برادفورد از لندن با ما همراه بودید.